برگو سخنی صدای من باش برخان غزلی نوای من باش عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میانانم اید آمد و اید آمد با اون بخت سعید آمد سال نو میلادی بر هموطنان عزیز و ارجمندم خجسته فصل جشناس یکی بعد از دیگری امیدوارم که به همین ترتیب حال ایران ما هم بهتر بشه چارشنبه سوری در راه نوروز در راه تولد اشو زرتوش در راه سیزده نوروز در جشنهایی ددیده. دیده هر حال همینطور در ها متعلق به اقلیت های مذهبی یکی پس از دیگری امیدوارم که سال 2016 سال بهبود اوضاع دنیا باشه برحال نباید نامید باشیم میدونم اوضاع جهان پریشان تا پریشان نشود کار به سامان نرسد شاد خود این شاهدی باشه بر اینکه که قطعا را حتما بالاخره بشر موفق میشه که در این زمینه چارجویی کنه ما رو از این بحران مسلح بیرون بیاره به بجه منطقه خاور میانر هفته آس داریم گفتگو میکنیم با شخصیتی که انقلاب اسلامی در ایران رو تجربه کرد خیلی مهمه زندگی کرد زوایای و انقلاب رو میشناسه با آدم های انقلاب برخورد داشته در که تفکر انقلابی سهمی داشته حضور داشته به عنوان جوان حتی در دوره‌ای که نوجوان بوده به فعالیت های سیاسی علاقمن بوده مثل بسیاری از نوجوان ها و جوان ها در اون زمان و در اون روزگار نگاه بکنید به کنفرسیون جهانی یا فدراسیون‌های های در کشورهای مختلف دنیا که چه تعداد درش فعال بودن 17 هزار نفر شوخی نیست روزی روزگاری 17 هزار نفر 17 هزار دانشجو در چهار این ها و کنفدراسیون جهانی فعال بودم و این نشانه تشنگی نسل جوان بوده برای پرداختن به مسائل سیاسی و خب در چون در ایران هم توسعه سیاسی رخ نداده بود در اونها خودشون رو در محظور میدیدن و سعی میکردن به طور انفرادی قضیه رو حل بکنن یعنی برن در چهار تفکر و دستگاه فکری خودشون بنشینن و به فکر چارجویی باشن در نتیجه خیلی هم دوچار خطا شدن خیلی دنبال ایدولوژی های مخرب رفتن خیلی ها از ایدولوژی های وارداتی بهره گیری بکنن بلکه بتونن نسخه پیدا بکنن برای آینده ایران و نتایش رو همه دید عرض عدب دارم خدمت شما آقای دکتر محسن سازگارا عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز و من هم سال نو میلادی رو به خدمت شما و همه بینندگان تبریک عرض میکنم خیلی به ترساری که مثلا در گامبیا که اعلام جمهوری اسلامی شد یعنی افسری که خودش کودتاچی بود از 22 سال 22 سال هم با مشت آهنی برای مردم فقیر بینوا حکومت کرد یک شب خواب نما شد که باید اونجا رو جمهوری اسلامی بکنه چون فکر میکرد به این ترتیب بقا رو تضمین میکنه یکی این یکی کشورهای مثل سومالی که تازه خودش یه نیمچه دولت داره اونجا هم اعلام شد که ما اجازه نمیدیم جشنهای میلاد مسیح برگزار بشه متاسفانه در برونی هم, هم همینطور آقای حاج ها حسن سلطان برونی هم تصمیم گرفت که اجازه نده در مملکتش مسیحیان جشن سال نو رو برگزار کنن در حال که در هتل در همین سال جز در هتل سانست مناسب جشن سال نو در خیلی باشکو هم برگزار شد و در هتل های دیگه مثل چستر هتل در در اروپا میدونم که مراسم رو به خوبی برگزار کردن این هم نشون دهنده تناقضات دنیای ماست که واقعا اسباب تاثیر اما آقای دکتر های عزیز آقای که تماس گرفتن با من بویا شمارم در اوایل انقلاب دیدن یک بار و خیلی کوتاه هم گفتن با شما صحبت میکردن از همراهان دکتر چمران بودن در لبنان و ایشون اشاره کرد به اینکه درگیری آقای چمران یکی با چپ های لبنانی بود دو با فلسطینی ها ببیشه بعد از حضور نظامی سوریه یعنی حافظ اسد در این کشور کوچک میگو بعد که سوری در اونجا حاضر شد گروه عمل حمایت کرد پشتیبانی کرد از حضور سوریه و امام موسی صدر هم موافقت کرد با آمدن اونا به شکلی هم حمایت میکرد خود این اسباب دویت و درگیری و خلاصه جنگ و دعوا شد بین سازمان عمل و گروه های دیگر میگو گفت علت دشمنی با چمران یکیش همین بود فلسطینی ها و گروه های چپ لبنانی و اینا متهم میکردن چمران رو و بقیه رو از جمله امام موسی رو به همکاری با اسرائیل همکاری با آمریکایی همکاری با مسیحیان دست راستی بله والا با با حالا این دوست عزیزی که با شما صحبت کردن احتمالا ریز و کش و غوص های داخل لبنان و اون جنگ خونین داخلی لبنان در دهه هفتاد رو از من خیلی بهتر میدونن و قاعدتا میتونن زیر و های زیادی رو از اونجا نقل بکنن ولی من کلا میتونم بگم خب صادق قطب زاده اساسا چون پاسپورت ایرانیش لغو کرده بود رژیم شاهنشاهی و امریکا هم به دلیل کارهایی که قطبزاده کرده بود بیرونش کرده بودن دولت امریکا و پاسپورت سوریه ای داشت قطبزاده البته به قول خودش میگفت چند تا پاسپورت دیگم دارم و روابط هم با دولت بعثی سوریه داشت کما اینکه در مقطع انقلاب من قبلا در همین خاطرات عرض کردم وقتی که کسایی رو ما میخواستیم تربیت کنیم به فکر اون ارتش مردمی که مثلا شاید یک دهه طول بکشه با شاه و آمریکا و غیره ما بجنگیم قطبزاده کانالی که آقای قطبزاده میفرستاد برای آموزش دیدن میفرستاد به سوریه و ارتش سوریه اونها رو آموزش های مثلا کماندویی خیلی سفت و سخت بدن بنابراین روابط نهزت آزادی ایران در خارج از کشور دستکم در سطح صادق قطبزاده با سوریه خوب بود و بعید نیست که بعد از حضور ارتش سوریه در لبنان که بعد از اون جنگهای داخلی خونین صورت گرفت و بودن سوریه یا تا همین زمان جورج دبلیو بوش بوش پسر که رفت در لبنان و گفت که ارتش سوریه بعد از لبنان بره بیرون ظرف چهل روز و رفتش بیرون تا همین اواخر در واقع در لبنان بودن چون لبنان وضع عجیبی هم داشته یعنی دهها قبیله مختلف گرایشات مختلف دهها سازمان سیاسی هر کدوم از این قبایل بی خجالت و روشن هر کدومشون به یه دولت خارجی وابسته بودن و شیعیان لبنان هم که حرکت المحرومین رو درست کرده بودن و عمل بازوی نظامی اون شاید بشه گفت بیش از همه متمایل به دولت سوریه بودن و حمایت سوریه البته خب مجموعا لبنان و سوریه فعلی و اینها ناحیه شاماته که در طول تاریخ شاید یک منطقه بوده و بعد از تش فروپاشی امپراتوری عثمانی کشورهای مختلف از توش در اومدن بنابراین یک مقدارم طبیعیه که ناحیه جبل امل که از قدیم شیعه بوده و نواحی شمال غربی و شمال غربی سوریه با هم دیگه نزدیکی داشته باشن ولی به طور اخص دولت بعثی سوریه هم در لبنان دخالتاش مورد تایید عمل هم بوده قاعدتا من این دو عرض کنم البته دکتر مصطفی چمران به دلیل درگیری هایی که در کنفدراسیون جهانی که قبلا عرض کردم به کودت های برکلی معروف شد و دکتر چمران را از هیئت دبیران چپ های کنفدراسیون کنار گذاشتند و بعد هم در لبنان درگیری هایی که با گروه های چپ و کمونیستی چه در داخل لبنان چه به خصوص گروه های فلسطینی داشتن به شدت زیر حملات تبلیغاتی چپ ها قرار داشت اول انقلاب هم من یادمه دائما گروه های چپ توی نشریاتشون علیه دکتر چمران مطلب می نوشتن او را عامل کشتار تل زعتر می که واقعا اصلا صحت نداشت و واقعیتش نیست که من از خود دکتر چمران در سال پنجاب و شش شنیده بودم یه نواریشون برای نهضت آزادی ایران خارج کشور پر کرده بود تحت عنوان معامره در لبنان توتعه در لبنان و در اون توضیح داده بود که توطعه ای که در لبنان منجر به جنگ داخلی شده چند بود داشت بوده درگیری بین مسلمون ها و مسیح ها بین شیعیان و سنی ها بین شیعیان و فلسطینی ها که آوارگان فلسطینی در اردوگاه های در جنوب لبنان که شیعه نشین بود حضور داشتند و توضیح میداد که واقعا با پافشاری این عمل و شخص موسا صدر این قسمت آخر موفق نبوده اون توطعه و شیعیان از درگیری با فلسطینی ها اجتناب کردند اگرچه دلایل خیلی خوبی هم داشتند برای اینکه اونها هم درگیر بشن برای اینکه و اگرچه یاسر عرفات یک بار در سخنرانی گفت ف یعنی فتح و عمل یعنی سازمان فتح و سازمان عمل رو خیلی نزدیک و متحد با هم دیگه اعلام کرد ولی علا رغم اون در بدنه و در پایین به خصوص با گروه های چپ فلسطینی خیلی زمینه ها بود که درگیر بشن با هم وقتی اسلحه دستشون هست من خاطرم هست آقای حسین الحسینی که بعدا رئیس مجلس لبنان شد طبق قانون اساسی لبنان شیعه رئیس مجلس باید باشه به عنوان نماینده حرکت المحرومین اومده بود امریکا و صحبت میکرد برای ما میگفت من همین قبل از اینکه بیام یک زن شیعه گریه میکرد پیش من و میگفت به دختر من فلسطینی ها سیزده بار تجاوز کردند و من التماس کردم که من رو ببرین به جای دخترم و گوش نکردن و و مواردی از این قبیل به طور طبیعی البته خب فلسطینی ها آوارگان فلسطینی همشون که قهرمانان انقلابی و پاک باخته نبودن خیلی آدم های معمولی و گاهی هم خلافکاری بودند که اسلحه داشتن تو کشورهای اردن یا لبنان که تو این کمپ ها و اردوگاه فلسطینی بودن کارهای ناشایست زیاد کرده بودن ملک حسین هم زمانی با اینها درگیر شد و باز هم قتل عامی از فلسطینی ها کرد که از ترس ارتش ملک حسین برگشتن داخل اسرائیل حسن. به اسرائیل پناه بردن در لبنان هم به هر حال فلسطینی ها رفتارهای پاره ای از اونها نه همشون رفتارهای بدی کرده بودن بنزین مردم رو کنترل میکردن قاچاق کابارداری نمیدونم سکس ترافیک یه سری کارهایی که زمینه درگیری بین شیعیان و فلسطینی ها رو میتونست کاملا مهیا بکنه ولی به هر حال آنچنانی که به قول دکتر چمران ای که تراحی شده بود فکر میکردن خوشبختانه این بخش رو ظاهرا تونسته بودن مهار کنن ولی چند خودش هم به شدت مسئله دار بود با چپ ها به حدی که من گاهی به خود ایشون هم میگفتم که یه مقداری نقطه ضعف ایشونه یعنی کافی بود یه کسی بخواد اعتماد چمران رو جلب کنه یه مقداری زیادی فوش بده به کمونیستا و چمران بهش اعتماد میکرد مجرد. و این به به نظر من تاریخ زندگی بود که گذنده بود و البته متقابلا چپ ها هم با او بسیار بد بودن و بسیار به او حمله میکردن و خیلی جو تبلیغی سنگینی هم اول انقلاب علیه دکتر چمران به خصوص بعد از درگیری های کردستان که دکتر چمران وزیر دفاع بود و اونجا درگیری های متعددی هم بودش شدت هم گرفته بود علیه دکتر مصطفی دکتر سازگار سازگارا نکته دیگری که حالا به نظرم این وسط میشه مطرح کرد با شما اینکه بالاخره آقای قلتزاده یکی از سران سگانه نحصت و آزادی بوده که شما هم درش عضویت داشتید و اینکه بخشی از نحصت میرفت زیر چتر پاره از حکومت مرتجع منطقه بالاخره قذافی بوده حافظ اسد بوده اینا رهبران خوشنامی در دنیای امروز ما نیستن برای اینکه بتونن به حکومت موجود در ایران ضربه بزنن یا در ایران انقلاب بکنن خود این به نظرم جای خیلی سوال داره نیست داره به نظر من هم الان که برمیگردم گذشته نگاه میکنم البته با قذافی خیلی بد بودن و این یکی از دلایلی بود که بعدا هم محمد منتظری و تیمی که اونها بودن چون اونها با قذافی روابط خوبی داشتن به شدت در ایران بعد از پیروزی انقلاب هم با نهزت آزادی درگیر شدن ولی قبل از اون هم نهزت آزادی ایران خارج از کشور با دو حکومت جمال عبد الناصر در مصر روابط خوبی داشت. اه، حالا شما یه قدمم برید اون طرفتر، مخالفین رژیم شاه در عراق با رژیم بعثی عراق هم روابط خوبی داشتند. آنچنان که صدام رادیوی صدای روحانیت رو بهشون داده بود و همین آقای دعایی گوینده دوارد. اون رادیو بود و از اون رادیو در بغداد صحبت میکرد و به هر حال آقای خمینی هم در اونجا بود رژیم بحثی عراق که به شدت سرکوبگر و آدم کش بود به نظرم کاملا این نقد رو الان میشه به اون زمان کرد که با چه منطقی می شود از دیکتاتوری مثل حافظ اسد یا دیکتاتوری مثل صدام حسین یا دیکتاتوری مثل جمال عبد الناصر کمک گرفت برای مقابله با دیکتاتور دیگری مثلا در ایران و نقد درستیم نقد اصولی هست به نظر من منطقه آقای میبودی در اون فضا شما برگردیم یاد اون باشه که دموکراسی خیلی سکه رایج دلده. و غالب نبود انقلابیگری ضد آمریکا بودن ضد اسرائیل بودن و چپ بودن شاید سکه رایجتری بود و امثال ناصر یا حافظ اسد اینها خب چهره ضد اسرائیلی تند و تیزی داشتند انقلابی میگفتن هستن اگرچه با کودتا همشون سر کار اومده بودند ولی شعارهای باب روز انقلابی اون زمان ها رو میدادند و چپگرا و سوسیالیست مزاج و اینها بودن به اصطلاح های رایج اون روز رژیم های مترقی محسوب میشدن موضوعی که البته من الان به شدت بهش نقد دارم با فکر امروز خب اما بریم سر سال دیگری همینشون اشاره کردن به این که وقتی که آقای علی شریعتی در گذشت که شما بارها به آقای شریعتی اشاره کردید در لندن آقای یزدی از ایالات متحده آمریکا راهی نجف میشه بلکه آیت الله خمینی رو وادار بکنه به انتشار بیانیه که در اون بیانیه لقب شهید به علی شریعتی داده بشه و آیت الله حاضر نمیشه این کار بکنه حتی حاضر نمیشه از لفظ مرحوم استفاده بکنه و فقط به ذکر فقد علی شریعتی اکتفا میکنه میخوام ببینم که در این زمینه اطلاعات شما چیه بله درست البته دکتر یزدی از لندن بعد از اینکه بلافاصله از امریکا به بعد از فوت دکتر شریعتی و اونجا پسر آقای دکتر شریعتی هم بلافاصله از امریکا رفت تا سفارت ایران جنازه رو میخواست تحویل بگیره و ببره در ایران و به عنوان یک متفکر چسبیده به رژیم و ضد چپ از او تقدیر بکنه بعد از اینکه در لندن موفق شدند که با وکیل و اینها جلوگیری کنن از این کار سفارت حتی می که شبانه از سردخونه جنازه شریعتی رو بدوزدن بچه های انجمن اسلامی تا صبح پشت در بیمارستان هم کشیک داده بودن مراقبت کردن و بعد که مطمئن شدن پسر آیدکتو دکتر شریعتی احسان جنازه رو به اصطلاح تحویل گرفتن بردن به سوریه در زینبیه دمشق. دمشق اونجا دفن کردن مراسمی هم گذاشتن به یاد دکتر شریعتی و گفته هم شد که به عنوان امانت در اونجا دفن تا ایران آزادی فردا جنازه شریعتی رو ببرن ایران البته بگذاریم از این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم هرگز زمانی شریعتی نرسید به اون حد از مقبولیت که بشه جنازش رو به ایران ببرن نهایتا هم پشت حسینی ارشاد آقای میناچی خودش برای من نقل کرد یه سنگ یاد بود پشت دیوارش یک روزی نصب کنم که منم اتفاقا در اون مراسم بودم و باز هم شریعتی در واقع در حکومت روحانیون هم امکان اینکه صاف و ساده و روشن بشه در ایران دفنش کنن نداشت بنابراین جنازه دکتر شریعتی دیگه در دمشق ماند و دیگه اونجاست بعد از اون درست آقای دکتر یزدی به نجف رفت بعد از اون مراسم که آقای خمینی رو قانع کنه در پاسخ تلگراف هایی که انجامن های اسلامی دانشجویان در داخل و خارج چون به هر حال شریعتی بسیار محبوب بود نزد دانشجویان و نسل جوان برای آقای خمینی زده بودن تسلیت رو در واقع به ایشون زده بودن یک پاسخی بده در اون تقدیری از دکتر شریعتی بکن ولی آقای خمینی به نظر من با زیرکی و حواس جمعی که داشت و از مقدار حساسیت روحانیت نسبت به دکتر شریعتی مطلع بود یک تلگراف تمام اون تلگراف ها رو یک جواب ساده ای داد و در اون فقط نوشت در فقد دکتر علی شریعتی تلگرام ها واصل شد نگفت شهید نگفت متفکر نگفت نمیدونم اسلام شناس هیچی بعدم رفت سر حرفای خودش در اون جواب که امروز حالا کارهای مهمتری داریم و نمیدونم رژیم شاه الدور است و بلدور است ایشون برای اینکه اگر یک کلمه یا یک جمله میگفت که بوی تایید از شریعتی رو میداد چرا اولین کسی که باهاش دعوا میکرد مرحوم متحری بود که از زمان حسینی شد به شدت با شریعتی اختلاف پیدا کرده بود و شاگردانش و خود آقای متحری علیه شریعتی کار میکردن آنچنان که بعد از مرگش آقای متحری به همراه مهندس بازرگان یه بیانیه ای رو دادن و گفتن آثار شریعتی اشکالات زیادی داره و ما میریم که رفش بکنیم که همون موقع هم خیلی ها به هر دو نفر انتقاد کردند و گفتن شما چرا اینو در حیات شریعتی نگفتیم ده. که خودش هم باشه حالا که مرده میگین آثارش اشکال داره ما باید بریم درستش کنیم اه بنابراین درسته یعنی ایشون نه از لفظ شهید استفاده کرد نه لفظ مرحوم فقط گفت در فقدان شریعتی اظهار تعصب کرد یه همچیزی ها دقیقاً, در فقدان دقیقاً. 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 دقیقا دقیقا. یعنی شریعتی رو فقط فقید خوند و نه شهید و نه چیز دیگری حواس زی... آقای خمینی جمعان که در قصه تایید سازمان مجاهدین خلق هم ظاهرا نماینده از طرف سازمان مجاهدین خلق سال 52 یا سه فکر میکنم رفته بوده نجف که آقای خمینی این سازمان رو تایید بکنه و حتی سفارش همین آقای متحدی رو داشته که گفته اینا مثل جوانان اصحاب کهف میمونند و سفارش آقای هاشمی رفسنجانی رو داشته که رابط روحانیت با سازمان مجاهدین خلق بود و اون موقع خیلی هم تایید میکردن اون سازمان رو ولی آقای خمینی بعدها خودش یه بار هم نقل کرد گفت من روزها چند روز نشستم و این نماینده میومد صحبت میکرد از قرآن میخوند از نحچال البلاغه میخوند من گوش میکردم ولی آخرششون هیچ تاییدی از اون سازمان هم نکرد باید. یعنی میدونست که یک طبعاتی داره یه گروه های دیگه از روحانیت رو از دست میده اگر بره سراغ این تایید در سه شریعتی خیلی شدید دو چه موز... سازگار عزید. این نهست و آزادی باز تشکیلاتی که شما درش بودید پاره فعالیت های انجام میداده که محبود خارج از کشور میشد ارتباط با گروه های مختلف در سطح جهان دولت ها و و مثل مثلا روابط آقای قدسادی که خودش از رهبران سگانی نهست و است با سوریه و رفتن آقای ابراهیمی از به نجب برای دیدار با خمینی مثلا در مورد ش... علی شریعتی و بعدها در مورد انقلابی میخوام مجموعه این فعالیت در سطح جان انجام میدادن ارتباطاتی که با دولت های خابر میانه داشتن میومد در این سازمان مطرح میشد مسببه ای صادر میشد به اینها معمولیت داده میشد یا اینا سر خود این کارا رو میکردن نه سازمان سازمان مخفی بود و نه چون این روابط به اصطلاح دموکراتیکی در نهزت آزادی ایران خارج از کشور وجود که فکر کنیم مثلا هر تصمیمی بیاد در تصمیمات بزرگ بیاد در کنگره عمومی و یا در هیئت دبیران منتخب و غیره نه نهزت آزادی مثلا حالا من با عنوان یک عضو ساده و فعال خبری نداشتم. دمید که سازمان کوچکی هم بود من واقعا نمیدونستم اون موقع چند نفر توی نهزت تازه ایران خارج از کشور خب اگر این, این کسی حسن. نا... کار غیر مسئولی انجام میداد خب به پای همه نوشته میشد یعنی میشه در یه سازمانی قاعده بر بی مسئولیتی باشه هر کس هر کاری داشت بخواد بکنه روزومی هم نداره با دیگران در میان بگذاره خب بالاخره آقای میبودی سازمان های مخفی همین اتفاقا نکته درستی رو میگین ای یکی از اون آفات سازمان های مخفی و غیر که تقریبا این بلا سر تمام سازمان های چیریکی هم اومد رهبری هاشون کارهایی رو میکردن که اعضاشون اصلا خبر نداشتن و کشت و کشتارهایی که درون سازمان مجاهدین خلق شد بین کمونیست ها و مسلمون یک نمونهشه یا در درون چیریک های فدایی خلق هم همینجور یا بقیه سازمان هایی که اون موقع در خارج از ایران بودند و مخفی بودند سازمان های سیاسی مثل مثلا جبهه ملی خاورمیانه که اون نشریه باختر امروز رو در می آورد یا مثل حزب توده ایران حالا اون خیلی معروف بود ولی سازمان انقلابی حزب توده یا ده ها سازمان ریز و درشتی که همه مخفی بودند طبیعتا به دلیل مخفی بودن مثل یه حزب علنی عمل نمی کردن که هر کس میخواد درش باز باشه شرایط عضویت رو داشت بره عضو شه و بعد کنگره سالیانه داشته باشن اعضا هیئت دبیران انتخاب کنن اه، نه اه، و همینجور هم که میگین آره میتونستن گذاران یا رهبرانی که سرچشمه های اصلی فعالیت دستشون بود کارهایی رو انجام بدن و اعضا خبر نداشته باشن خب بنابراین البته بنابراین خب بنابراین خب میشه اعتماد بر... آقای دکتر یزدی بنابراین میشه گفت که و آزادی که ما تصور میکردیم یک نهاد تشکیلاتی است یعنی تشکل سرش میشه یه گروهی هستن در اونجا به طور شورای عمل میکنن تصمیم گیری میکنن اصلا چنین چیزی نبوده مثلا سازمانی که آدمای خیلی گردن کلفتی درش عضویت داشتن که بعدا دولت موقت رو تشکیل دادن پست های خیلی مهم گرفتن در مملکت اینها در تشکیلاتی بودن که این تشکیلات فاقد مسئولیت بوده ببینید نهزت آزادی ایران در خارج از ایران آنچنان که من بازرگان در مقطع انقلاب من تو همین خاطرات گفتم در ایران گفت که آقا اینا یه جوونن در خارج رفتیم به ما ندارن واقعیتش این است که ارتباط ارگانیکی با نهزت آزادی در داخل نداشت ضمن اینکه که نهزت آزادی ایران در داخل کشور همون دهه چهل که بعد از پانزده خورداد شاه دستگیرشون کرد سران نهزت رو به ده سال زندان محکوم کرد پنج سال و ده سال و شیش سال و هفت سال و غیرقانونی نهزت آزادی رو اعلام کرد در داخل تشکیلات نهزت آزادی ایران طبیعتا غیرقانونی بود و اگر هم ارتباطی با هم داشتن حد اکثر در چارچوب انجمن اسلامی مهندسین یا پزشکان یا غیره هم دیگر رو میدیدن و فعالیت سیاسی هم اگر میخواستن بکنن در ایران هم کاملا مخفی ولی در خارج و... که شما در شرایط آزاد زندگی میکردید که زیر سایه خب سازمان... بودید اینجا چرا؟ سازمان باز برای اینکه خب سازمان باز مخفی بود مثلا من به عنوان یک عضو نهزت آزادی در خارج کشور در طول سه سالی که در امریکا بودم چهار بار رفتم ایران اومدم و ولی شما در برابر نیدو... سفارت در برابر کاخ سفید تظاهرات کردی حتما میشنا آره ولی به عنوان عضو انجمن اسلامی دانشجویان و اون موقع ما هر تظاهراتی هم میکردیم ماسک میزدیم میخورم... تشکر در نتیجه اگرم اون مال رژیم عکسی چیزی میگرفتن قابل شناسایی نبود براشون خیلی مراقبت میکردیم حتی فامیلیا در جلسات عمومی گفته نمیشد اه... گفته نمیشد من مثلا چون شیکاگو بودم محسن شیکاگو به هم میگفتن کسی نمیدونست سازگار است تشکر میکنم فوق العاده آقای سازگارا تو هفته آینده گفتگو رو دنبال میکنیم با آقای محسن سقی هم سپاس گزارم ازش و راجع این سال جواب هم که میشه قبلا هیچ صحبتی نکردیم و به نظر من خود این بهش به این کاری ای اصالتی میده و, و نشان دهنده امانت در کار دوست از سال 2016 بر شما خوش